بشنو از چون حکایت چون حکایت سلام یک لحظه این برنامه را حداقل تیر نکنین به خاطر از که بالای موضوعات بسیار مهم صحبت میکنیم از جمله تغییر نام دانشگاه بلخ به پوهنتون بلخ و همچنان درباره کلمه افغانیت که آقای شفیعیار میگه که پشتون ها در حقیقت پشتون هستند افغان نیستند و کل ما و شما باید افغان باشیم به هر صورت من یک قسمت از شعر انسانم آرزوست که از مولانا بزرگ است برای شما میخوانم و برنامه خود به اینمی قسمت از شعر مولانا آغاز میکنم مولانا بزرگ در یک قسمت از شعر انسانم آرزوست میگه که زین همراهان سست دلم گرفت زین همراهان سست دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او ببینید خوب توجه کنین جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او آن نور روی موسی عمرانم آرزوست و اینجا بسیار باید دقت بکنین که چی گفته بسیار پرمفهوم است زین خلق پرشکایت شکایت گریان شدم ملول ز این خلق پر شکایت گریان شدم ملول آن های هوی و نعره مستانم آرزوست و در قسمت پایین تر خوب توجه کنید که مولانا در او قرنها چی گفته گویاترم ز بلبل اما زرشک عام گویاترم ز بلبل اما زرشک که آم مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست باز یک بار دیگه این قسمت تکرار میکنم <applause> گویاترم ز بلبل اما ز که آم گویاترم ز بلبل اما ز که آم مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست یک تعداد از هموطنان ما متاسفانه که یکی از آنها آقای شفی ایار است می در شبکه های اجتماعی در یوتیوب چینلش و بالای کلمه افغان یک صحبت های را میکنه که واقعاً بسیار طفلانه یعنی یک طفل بی هم اگه او صحبت ها را بکنه شرماور است واقعا شرماور است که صحبت که آقای شفیعیار میکنه اینم قسمتک از ویدیو آقای شفیعیار را ببینین شما کلمه افغان اگه کلمه ملی میخواین باشه ایره کل پشتونا باید بگه که از کل ماست باید پشتون بگه که ما افغان نیستم ما پشتون هستم از نگاه قوم از نگاه مملکت ما افغان هستم بازنو وقت ما میگم ما تاجک از نگاه قوم هستم افغان از نگاه مملکت هستم خب دوستان عزیز صحبت های آقای شفیعیار را با هم شنیدیم که میگن که اگر پشتون ها میخواهند که افغان باشند قبل از اینکه بگویند که ما افغان هستیم باید بگویند که ما پشتون هستیم بعد از پشتون افغان هستیم تا ای که من تاجک هم بگویم که من یک تاجیک هستم بعد از تاجیکی یک افغان هستم ببینین اینا های بسیار تفلانه و احمقانه و کسانی که واقعا درس نخوندن و, 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 پیچکاری تعصب در ذهن و عقل و هوش و منطقشان شده این ای صحبت ها را میکنن یک شخصی که به بزرگی شفیعیار که خود بسیار یک عالم دین و عالم همه چیز میدانه این صحبت ها را میکنه بسیار احمقانه است مولانای بزرگ در او زمان گفته که مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست آلی شفیعیار آمده در سالا در قرن 21 میگه که کلمه افغان مربوط به قوم پشتون است آلی هر چیزی که است تو از مولانای بزرگ آقای شفیعیار یا هر کسی که چنین فکری را داره شما از مولانا آگاتر هستین که اینجا واضح برتان میگه شما شنیدین که من براتان خواندم که مولانای بزرگ چی گفته یک بار دیگه براتان می این قسمت گویاترم زبالبال اما زرش که عام گویاترم زبالبال اما زرش که عام مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست یعنی ای ای, ای دقیقا در شعری که انسانم آرزوستی را میگم بسیار, بسیار جالب است که اونمو وقتام بالای اینمی موضوعات ایقدر بحثا بود یا نبود من نمیفهم که مولانا واقعا در کدام حالت بوده که چنین شعر رسروده یعنی این قسمت از شعر مولانا بسیار جالب است که اینجا گفته که زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول آن های هوی و نعره مستانم آرزوست یعنی دقیقا بعد از او گفته که گویاترم زبالبال اما ز که عام مهر است و افغانم آرزوست شما, شما توجه کنین که اینجا چی گفته دی با چراغ همی گشت گرد شهر دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر, شهر. کزدی و دد ملولم و انسانم آرزوست اینجا میگه که ما از حیوانات درنده و اینمی حیواناتی که امروز بالای یک کلمت دانشگاه و پوهنتون و منم چی و چی یک دگه خودم میخورن دقیقا اینجا گفته که از اینی حیوانات ما دیگه خسته شدم دیوام حیوان است ددم اونمو حیوان های وحشی که شما در جنگل های افریقایی حتما در ویدیو دیدین اونو اونو دقیقا اونو حیوانات متاسفانه یک تعداد از ما افغان ها امروز شدیم که یک دیگه خود خورده میریم اما هیچ وقت به انسانیت فکر نمی کنیم آقای شفیعیار در صحبت هایش میگه که اگر پشتون ها میخواین که افغان باشن قبل از او باید پشتون باشن تا که ما تاجیک ها هم بگیم که ما افغان هستیم ولی یک قوم بزرگ به نام پشتون که میگه که ما پشتون نیستم پشتون از دا داخل اشقالدونی میندازم من یک افغان هستم و پشتون با با با, با مهر و محبت میگه که کل ما افغان هستیم کجا در کجا پشتون گفته که من افغان هستم و کلمه پشتون فقط متعلق به ماست و دیگر اقوام نیست کسی که نیست هویت خود به دیگران نمیتد میگه من افغان هستم برادر تاجیک و برادر هزاره اوزبک شما حق ندارین که خود افغان بنامین بخاطر از اینکه این کلمه مرتبط به من میشه و من یک افغان هستم پس تو چی کار هستی که میگی می که من افغان هستم اما قوم پشتون هیچ وقتی گپ نزده قوم پشتون میگه که کل ما و شما افغان هستیم اصلا ما میخوایم که همی کلمات اضافه را در داخل یک آشغالی بندازیم و درش بسته کنیم که اولی ما پشتون تاجیک و, و چی و چی و چی باید یک کلمه یاد شویم شما اگر کدام امریکایی را پرسان کنین شما را به وجدانتان قسم شما افغان هایی که خارج از افغانستان آمدین یک ایسا را شناختین شما یک امریکایی را پرسان کنین که شما کجایی هستین مستقیم براتان میگه که من یک امریکایی مگر میگه که در امریکا از کدام تایفه ایش هستم شما یک آلمانی را که پرسان میکنین که از کجا هستین میگه که من یک آلمانی هستم یک ایرانی را که شما پرسان کنین بخاطر از اینکه که فرهنگشان پیشرفت کرده بالاتر رفته میگه من ایرانی هستم هیچ وقت نمیگه که من ترک هستم اما ایرانی هستم من لور هستم اما ایرانی هستم من کرده شاید بینشان احمق پیدا شوند که دنبال از پا باشه اما تعدادشون بسیار کم است اما در کشور ما متاسفانه بسیار دگه بالا رفته بسیار دگه بالا رفته یعنی قدر بالا رفته که نمیگه پا باعث شده که هیچ وقت پیشرفت نمیکنیم. ولی به این قسمت ها که دیگه از ویدیوی آقای یار را با هم ببینیم از نگاه قوم از نگاه مملکت ما افغان هستم بزنو وقت ما میگم ما تاجک از نگاه قوم هستم افغان از نگاه مملکت هستم باز ما کتا تو یک جای می باشم اما اگه تو آمدی ایسو گرفتی که پشتون هستم ایسو هم گرفتی که افغان مانایش پشتونه. اما پشتون هستم هم افغان مرا میگی که تو از این مملکت هم نیستی تاجکستان هستی برو تاجک. خب برو از ازبکستان از از سی بازمانه شیست خوب دوستان عزیز شما در این قسمت دیدین که آقای شفیعیار میگه که اگر کلمه افغان یک کلمه ملی است از کلگی ماست و برادر علی همی پشتون ها خو فریاد میزنند که اینمی یعنی ما افغان هستیم شما هم افغان باشید کل ما افغان باشیم و مولانا در شعر خود گفته مولانا در شعر خود گفته که افغان ما ولی تو به کدام جرات همی اشخاصی که همی کلمه افغان مرتبط به قوم پشتون و به زبان پشتو و به طایفه پشتو میدانه به کدام جرات شما این کار میکنیم شما از مولانای بزرگ فهمیده تر استین هستین خاک دم و سرتان واقعا من اینجا بسیار جدی میشم دلتون خوش میشین خفه میشین مرا یک بی ادب خطاب میکنین یا یک عاقل یا بی یا فهمیده یا نفهمیده اما ما اینی اینی گپ با شده که ما و شما افغان ها هم دیگه بپاشیم ولی ما مدام افغانستان امید دو زبان ملی را یا سه زبان ملی را چی کنم در سر خود بزنم حالی که شده ای از نادانی و نفهمی خود ما و شما هست که یک دیگه خود قبول نمی کنیم. شما را به خدا شما فکر کنین که شما در پنشیر که میرین به زبان فارسی یا دری تدریس میشه در مک... مکاتبشان شما در قندهار یا طرف هلمند و پکتیا و کنر و خوست او طرف که میرین به زبان پشتوست یعنی این محصل اگه برکت از اون محصل گپ بزنه زبان یکی دیگر نمیفهمم این میگه که من دری نمیفهم او میگه که پشتو نمیفهم از برای خدا آیا این کشور است ای یک یک من نمیفهم که واقعا اینی اینی ها باعث ازی شده که ما از هم بپاشیم در یک خانه که ما به زبان پشتو گپ بزنم و تو به زبان دری گپ بزنی و ما یک دیگه خود نفهمیم و زیر یک سقف زندگی بکنیم یا باید انسان باشیم انسانیت قبول بکنیم بگیم که هر زبانی را که گپ میزنه برای ما اصلا مهم نیست من یک انسان است باید قبولش بکنم و کوشش بکنم که زبانش را یاد بگیرم و با زبان از او گپ بزنم و ای 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 درخواست دو جانبه باشه ایتو نمیشه که یکی بگه یکی من مثلا دری را یاد بگیرم اما او در زبان پشتو را یاد نگیره یعنی میشه که زیر یک سقف با دو زبان متفاوت زندگی کنیم افغانستان هم دقیقا یک سخفی هسته یک کشوری هست که دو زبان شما در بلخ میرین در مکاتب میبینین که کلگی با زبان دری صحبت میکنه در بدخشان میرین کلگی دری کنر خوست و پکتیا و او طرف میرین پشتو پس اینجا دقیقا یک یک تجزیه زبانی صورت گرفته فقط یک تجزیه زمینی و سمتی مانده که نیام صورت بگیره که بیغم شویم دگه که امکان ناپذیر هسته بیاین که یکی دیگر را قبول بکنیم به خاطر یک کلمه که بیادر قندی دانشگاه سوپ و هنتون است و ای چی است و چی است یک دیگه خود فاش نتیم یکی دیگه خود تخریب و توهین و تحقید نکنیم به خاطر یک کلمه افغان امروز یک چند تا بسواد می خود از مولانای بزرگ آگاتر می دانا. یعنی من مولانای بزرگ با بسیاری از رهبران که ما و شما و اونا را دنبالش میکنیم یعنی رهنمای ما است ما یک تار موی مولانا را به میلیون تا او رقم آدم ها امروز نمیتونم مقایسه بکنم یک, 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 گنجی از فهم و دانش و عقل و هوش و منطقی بوده مولانا که, 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 که وقتی که نامش میگیر آدم مویای جان آدم سیخ میشه مولانا اونقدر یک انسان بزرگ بوده اما در بین ما افغان ها واسه ارزش نداره شما برین در ترکیه مایون ما افغان شما اینی ویدیوگه که کتا ببینین میکنه کنی که مسئله زبان حضرت مولانا خیلی مهمه من کردی مسنوی خوندم ترکی خوندم عشق زندگی نکردم نه عشق کیف نکردم ببخشید من رو چیز کنم خیلی خیلی خیلی, خیلی. <تصفح> <تصفح> شما ببینین که اصلا خودشان کرد مگر مگرم واقعا خیلی مقبول و جذاب فارسی صحبت میکنم دیدین دوستان عزیز همایون افغان رفت در ترکیه و از آرامگاه مولانا یک ویدیو را تهیه کرد که کسانی که به زبان فارسی آشنایی نداشتند به آرامگاه مولانا می و او را چقدر دوست دارن چقدر احترام داره در افغانستان و ما امروز ولا کس مولانا را بشناسه هر کس برای خود مولانا شده که افغان قبول ندارم پوانتون قبول ندارم دانشگاه را قبول ندارم ایر قبول ندارم او را قبول ندارم من نمیفهمم که ما چی خورده می‌نیم ما افغان ها که هضم کرده نمیتونیم ولی میم سر موضوع دانشگاه و پوانتون صحبت های شفیع را شما شنیدین که صحبت های بسیار تفلانه و بسیار ببخشین احمقانه داره که اگر افغان ملی است اگر که پشتون ایره داره پشتون و تاجیک و این کلش قوم قمپرستی. اگر شفیعیار یک آدم عاقل باشه می میگه که او برادر امی افغان ما از ام مولانا عاقلتر نیستم که از این می کلمه در شعر خودش استفاده کرده که افغانم آرزوست پس ما کی هستم؟ ما چی کار هستم که امروز که تمام منافقت خود میایم به خاطر پر کردن جیب شخصی خودم یک چند افغان در افغانستان به جان یک دگه میندازم یک چند تا بی تحریک به این میکنم که الکی تو بگو که ما خراسانیستم، ما من خراسانیستم من افغان هستم من نمیفهم که کجایی هستم و کجایی هستم بین از اینمی کلمات که ما هزار هستم تو تاجیک هستی و پشتون هست و مچم خزل باش هست و چی هست چی هست بیزاریم و به نام افغان خدا یاد بکنیم که یک کلمه شوه و, و اینمی یک کلمه باعث هزی میشه که ما شما را سر یک دسترخان جمع بکنه و, 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 و زبان باور کنین دوستان عزیز که نه زبان پشتو میمانه نه زبان فارسی میمانه نه کدام ازبکیش میمانه اینا زبان های نیستن که به اینا کار شده باشن و اینا کدام زبان های واقعا مدرن باشن خب ما قبول دارم زبان فارسی بسیار زبان پیشرفته است اما نسبت به زبان انگلیسی و زبان آلمانی و زبان چینایی و چند زبان دیگه زبان فرانچ و همچنان زبان اسپانیایی اینا را اگر مقایسه بکنیم چندان زبان های نیستن یعنی شما میبینید که امروز زبان پیشرفت و علم و ترقی زبان انگلیسی است زبان لاتین است ما و شما با این کلمات چی بکنیم اینی زبان ها تمامشان تا چند شاید تا صد سال دیگر کلشان حذف میشه ملت اینمی بشر به فکر ازی است که جمع شوند سر یک دسترخوان با یک زبان واحد با دو زبان واحد حداقل سه زبان واحد صحبت بکنن که بتانیم یکی شویم یکی دیگه خود بفهمیم اگر افغان ها امروز کلشان به زبان انگلیسی آشنایی داشتن باور کنید که افغانستان امروز در حالت قرار نداشت یک پیشرفت یک ترقی میکرد، اما ما شما عاشق زبان خود ولی از پختون نیمه یکی از شاعرهای پشتو زبان میگه که وای اغیار چه د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پختو سر فکر کنین وای اغیار چه د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پختو سر یعنی شما ببینید که چی،, چی, زده بوده کدام مواد مخدر زده بوده که چنین چیزی را نوشته کده او برادر اینقدر زبان پرست نباشین اینقدر به فکر زبان نباشین یکی میگه که فارسی دیگه زبان پارسی بانان است پارسی رو پارس بداریم که تو کنیم که اتو کنیم انسانیت را پاس بدار او برادر انسانیت را پاس بدار وقتی که انسانیت را فراموش کنی زبان پارسی را یا زبان پشتو را یا فلان زبان را پاس بداری این حماقت است این جهالت است این نادانی است این گمراهی است لطفا اینی گپا را نزنید به هر صورت دوستان عزیز، این حالات افغانستان که من میبینم واقعاً جدی میشم دست خودم نیست گاگای صحبت میکنم که ممکن است برای شما قابل پسند نباشه اما باور کنین که اینمی مردم باعث این شده که من اینی صحبت ها را بکنم حالا بیاین که سر اینمی موضوع پوهنتون و دانشگاه صحبت بکنیم در افغانستان تا جایی که من یادم است تا چند سال قبل تمام انمی دانشگاه ها به نام پوهنتون یاد می شدن در افغانستان و هیچ گپی هم نبود هیچ کسی نبوده که بگه که چرا اینجا پوهنتون نوشته است و دانشگاه نوشته نیست تا چند سال قبل تا جایی که من یادم است اینمی دانشگاه هایی که امروز سر یک کلمه پوهنتون و دانشگاه ای قدر ها صورت میگیره قدر جنگا و تحقیر و توهین و چی و چی صورت میگیره کلشون به نام پوهنتون یاد میشدن خاطر از ای که کسی نبوده که واقعا دوچار و مرض تعصب باشه و این ای کلمات و ای گپا را دامن بزنه اما یک چند تا از جاسوسان بیگانگان آمدن اینمی کلمات به وجود آوردن پوانتون و دانشگاه و چی و چی تا ای که جب شخصی خود پر بکنه و از احساسات یک چند آدم نادان گمراهی که پشت سر اینا و گو گوسفند واره روان هستن از اینا استفاده بکنه و خودشان سر چوکی بشینن آمدن گفتند که اوه پوهنتون خو کلمه پشتو هسته چرا ما ایره قبول کنیم چرا دانشگاه نگویم ما پارسی زبان هستیم بیاین که دانشگاه نوشته کنیم که کشور ما از این از ای بحران نجات پیدا کنه آخر آدم نادان با همی تغییر نام پوهنتون به دانشگاه تو به کجا رسیدی چه چیزی را به دست آوردی خب جبای خود شخصی خودت خب پر کردی امروز از اینمی کشورم اخراجت کردن انمی امارت اسلامی آمد امروز در یکی از کشورهای خارجی سگ و و, 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 تمام جایدات ها و چیزهای را که بدوزدی و غلامی انمی تو رهبر کسی و دست آورده بودی در افغانستان مانده و تو چی کار کردی آمدی پانتون پا حسب کردی دانشگاه نوشته کردی و امروز احمقتر از این صحبت ها کسان هستند که کلمه دانشگاه را پاک میکنن و می پس پوهنتون نوشته میکنن با کدام جرات شما ای کارا را میکنین شما دیدین که در حکومت قبلی اینقدر منافقت آمد اینقدر گپ های عجیب غریب آمد که که دانشگاه نگو پوهنتون بگو پوهنتون نگو دانشگاه بگو و اونمو اونمو رقم شد آلی تو چی کار هستی که تو دانشگاه را پاک میکنی و بجایش پوهنتون نوشته میکنی این خوب یک, یک،, یک تعداد جاسوس ها اونا بودن که آمدن اینمی کلمات دامن زدن که پوانتون پاک و دانشگاه نوشته که آلی تو آمدی پس دانشگاه را پاک میکنی پوانتون نوشته میکنی اونمو دردهای های کونه را پس تازه میکنی آلی اونمو هر چیزی که بود زبان فارسی یک زبانی است زبان دری یک زبانی هست. اگر کلمه دانش را به دانشگاه تبدیل بکنیم ای در دا زبان دری است دانش دانشگاه پوها پوهانتون آلی،, آلی تو چی کار هستی که می دانشگاه را حسب میکنی و بجایش پوهانتون را نوشته میکنی آلی خود دوچار اینمی مریضی دو زبانی شدیم که یک طرف نوشته میکنه که پوهانتون بلخ قسمی که اینجا در می میبینین طرف دیگر نوشته میکنه بلخ پوهانتون آلی به این دو کلمه کدام درد کشور بیچاری گدایگر بدبخت بیمانا و بیمفهوم ما که که هیچ کس ما رو به رسمیت نمیشناسه کدام درد ما دوام میشه کسی که کلمه دانشگاه را به وجود آورد یک جاسوس خائن ملی کشور بوده و کسی که امروز کلمه دانشگاه را از, از, روی لوحه های پوانتون ها حذف میکنه او از او که جاسوس جاسوستر و احمقتر است به خاطر از ای که بازم برتان میگم دانش دانشگاه پوه پوهنتون زبان دری یک زبان است و همچنان پشتو هم یک زبان است ببینین آلی خو ما دوچار مریضی دو زبانی در کشور شدیم یعنی به هیچ صورت یک دیگه خود قبول نمی کنیم. پس خوب است که در نوشته شده باشه که دانشگاه بلخ و در او سویش نوشته شده که پوهنتون بلخ یا ایسوش پوهنتون بلخ نوشته شده باشه او سویش دانشگاه بلخ تا اینکه که همدیگر پذیری به وجود بیا تا این که یک تاجیک متعصب اگر میره به دانشگاه بلخ اونمو که داخل میشه بخوانه که دانشگاه بلخ خوش شوه به این می کلمه خودش خوی از عقل پوچ است هیچ چیز را نمیفهمه به این یک کلمه اگر او خوش میشه بگذارین که او خوش شوه چرا کلمه دانشگاه را برمیدارین اگر یک پشتون که از عقل خالی باشه از فهم دانش خالی باشه میره به یک پوهنتون خواندن که اونجا بالا نوشته شده پوهنتون بلخ خوشحال میشه خب بگذارین که او مو پوهنتونه ببینه ای قدر این تعصب زیاد است ای قدر این نفرت زیاد است که آل خسرازی جنگ است که پوهنتون نگو دانشگاه بگو نه فردا سرازی جنگ میشه که اول سمت راست پوهنتون رو نوشته کنین سمت چپ دانشگاه را و تاجیکا که کنید سمت راست دانشگاه رو را نوشته کنین سمت چپ پوهنتون به خاطر از, از اینکه اولتر زبان ملی از ماست که من پشتون هستم نه, نه از ما یک تاجیک هستم زبان فارسی خو یک زبان بسیار دیگه تو زبان چی و چی است یا زبان پشتو ولا رحمان بابا گفته که این رقم یا مثلا فلان بابا گفته کی این رقم و برادر نکنین از برای خدا ما حتی اینمی صحبت را که به طرف میکنم یک تعداد باز هم انقدر احمق هستن که اینمی برداشت اینمی واقعیت ها را نداره که برش میگی که او برادر سر پوانتون و دانشگاه جنگ نکو بگذار که اونمو نام دانشگاه اونمو باشه که یک چند متعصب اگر, اگر ناراضی باشه در افغانستان که اونا بر رضایت خود برسن اگر یک چند پشتون همچنان متعصب باشن به این که اونجا باید وانتون نوشته باشه بگذاریم که اونا بر رضایت خود برسن حتی این سرود ملی افغانستان را اگر من رئیس جمهور می بودم امیرم به دو زبان می, می ساختم بخاطر از اینکه دو چهار مرضی دو زبانی هستیم بگذارین که مردمی که به زبان فارسی صحبت میکنن خودت در افغانستان شامل ببینن در افغانستان شریک ببینن بگوین که واو اینمی سرود ملی ما قبول دارم به خاطر از ای که زبان ما در سرود ملی است پس دلیل برای رد شدن از این سرود ملی من ندارم اینا, اینو صحبت هایی است که ما را از گدایگری میکشم یعنی امروز افغانستان یک کشور گدایگر بدبخت بیچاره و آوار است که مردمشان کلشان در کشورهای دیگر غلامی و نوکری و مزدوری میکنه چتلی و گندگی و تشنابا پاک میکنه اینی کلمات هست که اگر اینا اصلاح شون ما یک دیگه خود بپذیریم در سرود ملی در دانشگاه و پهنتون و چی و چی اینو گپای هستند که ما را سر یک دسترخان جمع میکنه دیگه مهاجر و آواره و در بدر و آوره و بدبخت و بیچاره نمی باشیم با وجود از اینکه که گفتم که تا چند شاید تا چند سال دیگه هم زبان پشتو هم زبان فارسی بیخی حسب شده و زبان دنیا اصلا یک زبان واحد شده که کلگی یک دیگه خود بفامن. اما باور کو هم وطن پشتون اگر تو به یک کلمه خوش میشی که پوهنتون بگو دانشگاه نگو ای از ناقص العقلیت است ای از نفهمیت است به خاطر ازی که دونمون جا که ما،, ما میرم یا تو میری یا هر کس دیگه میره دونمون جا که درس نخونیم که او دانشگاه باشه او یونیورسیتی باشه او پوهنتون باشه او چم چی و چی و چی باشه هیچ تغییری در, در عقل هوش منطق ما نمیه اگه او نامش پوانتون شوه تو یک آدم عاقل نمیشی ای که بگی که ولی چون پوهنتون شد ولی دیگه سویه مرف بالا تو که درس نخونی عقل هوش منطقه تا هم دیگر پذیری تا به کار نندازی چی تاجیک باشی چی پشتون هیچ دردی را دوا نمی کنه. پس راه حل این است که اونمو رقم که فعلا نوشته شده نفرت بیشتر نکنیم اونمو رقم باشه میگه خر ایسا که به مکه رود. پس آید گاو نه؟ ما اما سرچپیش هم میگم که گاو ایسا اگر به مکه برود پس آید خر خاطر ازی که کسانی که در او ها میره به کلمات دامن میزنن که پوهنتون نگو دانشگاه بگو دانشگاه نگو پوهنتون میگن اونا گوهای هستند که داخلشان میرن و خر پس از در دروازیشان میبراین و دلشان را با اونمو یک لوحهگک خوش میکنن که اونجا نوشته شده که پوهنتون یا اونجا نوشته شده که دانشگاه درس بخوانده اون موجه که میری زبان دری زبان دری است هر قدر که یک نفر بگویه پوهنتون در زبان دری و فارسی واضح گفته شده که دانش دانشگاه در زبان پشتو هر قدر که یک نفر دانشگاه بگوید در زبان پشتو پوه, پوه پوهنتون آمده دگالی تو چی, چی تغییر دهی میتونی بیاری ناخ ناخ خودتا سر یک کلمه با برادر تاجیکت یا ازبکت یا هزاریت به جنجال میندازی و نفرت و نفرت افغانی را به وجود میاری یعنی قدر بدبخت و بیچاره هستیم که امروز دست ما به تمام دنیا دراز است با این کلمات بیشتر خود بدبخت و بیچاره میسازیم حالا شما فکر کنین امی افغانستان گذایگرترین کشور است جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه کل یهود و نصارا و کفر و بدین مینامیم و در آخر باز میگیم که اروپا چرا به ما کمک نمیکنه او برادر تو خود در رأس نظام هستی تو را کافر میخوانی تو را دشمنت میخوانی تو را یهود و نصارا و چی و چی میخوانی پس چرا از این گدایی میکنی؟ چرا دست تا دراز میکنی که اروپا جامعه جهانی چرا به ما کمک نمیکنه؟ چرا بکنه؟ تو وقتی که خود دشمن از وا میخوانی تو که به ای عقیده هستی که جهان سیوم می ما باز میریم کل جهان فتح میکنیم که ای کار می که او کار میکنیم چطور میتونی توقع داشته باشی پس نخوای ازش یعنی گدایگری رو ازش نکو خلاص چرا میکنی گدایگری؟ وقتی که گدایگری میکنی پس او گپای کتک کتره نزن که ما دشمن کفار هستیم که یهود است که نصارا است که چی است و چی است یا باید او گپا را نزنیم یا اگر میزنیم دیگه دست گدایی به طرف اروپا و امریکا و کجا و کجا دراز نکنیم دست گدایی را که دراز کنیم باید به با انسانیت دراز بکنیم باید بگوییم که یهود و نصارا و عیسوی و بدین و خدا نپرست و هر چیزی که از کلشان انسان هستند ما با هم زیر یک, زیر یک آسمان زندگی میکنیم کل ما انسان هستیم یک دیگه خود میپذیریم آلی من حیث یک انسان از اینمی انسان دیگه که بدین است یهود است نصارا است کمک انسانی میخوایم این میشه نمیشه که ما بگیم که تو یهود و نصارا تو دشمنم هستی از, از یک سو فریاد بزنم که یهود و نصارا و کافر و اسرائیل و بیدین و چی و چی از سوی دیگه باز بگیم که جامعه جهانی چرا به ما کمک نمیکنه؟ <applause> اینه گفت چرا جامعه جهانی گفتی و برادر دیگه ای ما اینه گندگی <applause> بر صورت دوستان عزیز ممنون که بیننده برنامه بودین ما صحبت های ما تمامش به این معنا بود که بیاین که اینمی دانشگاه و پوهنتون اگر ما را با هم یکی میکنه زیر یک سخف جمع میکنه سر یک دسترخان جمع میکنه اردویشان باشه یعنی سرود ملی اگر به اردو زبان باشه ما و شما را به هم نزدیک میکنه تا هر وقتی که یک تعداد ها شما را به بیراهه بکشه بگو یک الک پشتون 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 شما را بیعقل میسازه یا بگو یک الک تاجیک 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 مثل او ارمان مثل یار مثل کمزاد و مثل چند تا دیگه نیکتایدار اینا قوم خام پرستی را که دامن میزنه اینا شما را به بیراه میکشن کسی که به شما راه حل را نشان میده که تا ابد ما و شما این کشور ما از حالت نجات پیدا کنه ای است که بگه یکی بیاین سر یک, یک دسترخان جمع شوی سمت سم پرستی قوم قوم پرستی نکنین اگر یک نواخت از یک قوم دفاع کرد بفهم که او تو را به می میکشه چی تاجیک باشه چی پشتون یا چی هر کس دیگه پس بیاین که آخل باشیم و گول اینمی آدم ها را نخوریم ممنون که بیننده برنامه بودین شب روزی خوش داشته باشین خداوند نگهدار شما